سرخط خبرها طالبان یک دیگر را در داخل شهر کابل قتل عام کردند. طالبان یک نظامی پیشین را در شهرهای ننگرهار تیرباران کردند. بازداشت دو باشنده ولایت پنجشیر توسط طالبان. طالبان از 400 جنگجویشان در هرات آزمون شمولیت در مکتب عقص کردن. بانک مرکزی طالبان از فحص مجوز صرافی های انفرادی خبر داد و طالبان کشته شدن 6 غیر نظامی را در انفجار در نزدیکی وزارت خارجه این گروه تایید کردن. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان کشته شدن 6 غیر نظامی را در انفجار در نزدیکی وزارت خارجه این گروه تایید کردند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل گفته است که در یک حمله انتحاری بر ایست بازرسی جنگجویان این گروه در شهر کابل، 6 غیر نظامی کشته و شمار از افراد به شمول 3 طالب زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل در رشته تویت‌هایی گفته است که انتحار کننده پس از 4 روز دوشنبه هفته حمل یک چک پوینت جنگجویان این گروه را در چارایی ملک اصغر از بخش‌های مربوط به حوزه دوم امنیتی شهر کابل هدف قرار داد. در همین حال سازمان صحی ایمرجنسی اعلام کرده که از محل انفجار نزدیکی وزارت خارجه طالبان 2 جسد و 12 زخمی از جمله یک کودک به شفاخانه انتقال داده شدند. گواهان رویداد گفتند که انفجار زمان رخ داد که کارمندان وزارت‌های امور خارجه و اطلاعات و فرهنگ طالبان در حال بیرون شدن از ساختمان‌های این دو وزارت بودند. محل انفجار از بخش‌های مزدحم شهر کابل است که مراکز تجارتی داودزی و گلبهار سنتر در آن موقعیت دارد. طالبان یک نظامی پیشین را در شهرهای ننگرهار تیرباران کردند. منابع محلی از شرق کشور خبر دادند که یک افسر نظامی حکومت پیشین در شهرهای کابل جلال آباد از سوی تفنگداران وابسته به طالبان تیرباران شده است. منابع روز دوشنبه هفته حمل به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند افراد طالبان محمد حابیل، افسر سابق وزارت داخلی کشور را روز گذشته در شهرهای جلال آباد کابل به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع شیرزاد باشنده اصلی شهرستان شیرزاد ننگرهار بود و در مدیریت جنایی فرماندهی امنی این ولایت وظیفه می کرد. پیش از این نیز چندین رویداد مشابه در ننگرهار اتفاق افتاده است و افراد طالبان در این ولایت شمار از نظامیان پیشین را به گونه های مختلف به قتل رساندند. بازداشت دو باشنده پنجشیر توسط طالبان. منابع محلی گفتند دو تن از باشندگان پنجشیر از سوی طالبان در کابل بازداشت شده و به جای نامعلوم انتقال یافتند. منابع محلی روز دوشنبه هفته حمل به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند طالبان دو تن از باشندگان اصلی روستای درخیل شهرستان رخی ولایت پنجشیر را روز گذشته از منطقه خواجه بغرا از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل بازداشت کردند. یک منبع به شرط اینکه نام از وی در این گزارش برده نشود به خبرگزاری صدای افغانستان گفت این دو تن مصروف کارهای شخصی در کابل و پنجشیر بودند که توسط طالبان در کابل بازداشت شدند. طالبان از 400 جنگجویشان در هرات آزمون شمولیت در مکتب عقص کردند. منابع محلی در هرات گفتند که ریاست معارف طالبان در این ولایت از 400 جنگجوی این گروه آزمون شمولیت در مکتب‌های لیسرا عقص کرده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که ریاست معارف طالبان در هرات روز دوشنبه هفته حمل آزمون تثبیت سویه جنگجویان طالب را برگزار کرده است. بر اساس اطلاعات منابع قرار جنگجویان طالب که اکثر آنان سواد خواندن و نوشتن ندارند در صنف‌های 10 و 11 جذب شوند. ریاست معارف طالبان در هرات گفته است این امتحان به خاطر پاسداری و زحمتکشی مجاهدین از سوی وزارت
جلیله معارف برگزار شده است. در همین حال، منابع در هرات گفتند که شمار جنگجویان گروه طالبان که در امتحان اشتراک کرده بودند، کهنسال بودند. طالبان یک دیگر را در داخل شهر کابل قتل عام کردند. جبهه مقاومت. بسیاری از حمله های انتحاری در افغانستان ناشی از اختلافات درونی طالبان است. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در واکنش به حمله امروز در کابل می گوید که بسیاری از حمله های انتحاری که در مناطق مختلف افغانستان و به ویژه در کابل رخ می دهد ناشی از اختلافات درونی سران طالبان است. این جبهه امروز دوشنبه 7 حمل در اعلامیه افزوده است یک حمله کننده انتحاری از جنس طالبان در یک ایست بازرسی در نزدیکی وزارت خارجه این گروه خود را منفجر ساخته است. با آنکه سخنگویان طالبان آمار کشته شدگان را 6 نفر اعلام کرده، اما جبهه مقاومت ادعا کرده است که در این حمله 12 تن به شمول 4 غیر نظامی کشته شده و 6 جنگجوی طالب زخم برداشته اند. طبق اعلامی این جبهه، سابق طالبان نیروهای ارتش پیشین را هدف قرار می دادند و حالا خود طالبان هدف حمله قرار گرفته و مردم افغانستان شاهد کشته شدن جنگجویان این گروه در حمله های مشابه اند. بانک مرکزی طالبان از فقص مجوز صرافی های انفرادی خبر داد. بانک مرکزی تحت اداره طالبان اعلام کرده که بر اساس شرایط جدید وضع شده در مقره تمام جوازهای انفرادی توسط این بانک فقص شده است. بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان روز دوشنبه 7 حمل با انتشار تویت بیان کرده است که در عین زمان در یک سال گذشته برای 876 صرافی و عرضه کننده خدمات پولی انفرادی جواز شرکت توزیع کرده است. این بانک اضافه کرده است که این مقرره به هدف تنظیم امور، شفافیت در عملکرد و نظارت از موسسه های مالی غیر بانکی و خصوص صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی و برابر کردن با معیارهای لازم عصر کنونی ترتیب شده است. در دو رویداد جداگانه در فاریاب و جوزجان دو مرد کشته شدند. منابع محلی در فاریاب و جوزجان گفتند که در دو رویداد جداگانه دو تن در این ولایت ها کشته شدند. منابع بر روزنامه 8 صبح گفتند که روز دوشنبه 7 حمل تفنگداران ناشناس یک مرد را در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان کشتند. از سوی دیگر در یک رویداد دیگر تفنگداران ناشناس یک مرد را در ولسوالی قیصار فاریاب کشتند. فرد کشته شده ملاگل احمد نام داشته و شام روز گذشته یک شنبه 6 حمل در روستای برغین ولسوالی قیصار توسط چاقو به قتل رسیده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.